تجمع در اعتراض به حضور عضو هیئت مرگ در آلمان. سلام، من توبا زکی پور با این برنامه دیدگاه همراه شما هستم. روز شنبه 7 مرداد جمعی از پزشکان و کادر درمان ایرانی آلمانی به همراه شماری از ایرانیان در مقابل کلینیک مغز و اعصاب پروفسور سمیعی در شهر هانوفر آلمان تجمع کرده و نسبت به سفر درمانی حسین علی نیری عضو کمیته اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به این کشور اعتراض کردند. از سوی دیگر دولت آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره اقامت و درمان محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کلینیک مجید سمیعی در هانوفر اطلاعاتی ارائه کرده که پاسخ دولت وقت آلمان به نمایندگان مجلس این کشور در سال 1396 است. دولت وقت آلمان به نمایندگان مجلس گفته بود که پروفسور سمیعی مدعی است در کلینیک خود متوجه هویت بیمار شده است. این دولت همچنین تایید کرده حفاظت از شاهرودی توسط اداره پلیس هانوفر انجام شده و پلیس فدرال کنترل خروج مرزی را انجام داده بود. در دیدگاه برای بررسی بیشتر این موضوع با احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال همراه می شویم. آقای صمدی، کمی در ابتدا از تجمع اعتراضی امروز که نسبت به سفر حسین علی نیری به آلمان و معالجه او در کلینیک دکتر مجید سمیعی برگزار شده بود برای ما بگید. معترضان در این تجمع چه خواسته هایی رو مطرح کردند؟ ببینید، از حدود 40 روز پیش ظاهراً اونطور که برخی از نهادهای حقوق بشری پیگیر هستند، حسین علی نیری از اعضای کمیته مرگ که در تصمیم گیری میکرد برای اعدام های سال 1367 ظاهرا به آلمان اومده و در مرکز متعلق به پروفسور مجید سمیعی در حال درمان هست. هفته گذشته با توجه به اینکه مقامات آلمانی به شکایت ها رسیدگی نکردند، این در واقع سازمان ها و فعالان حقوق بشری موضوع رو علنی کردند و تجمعی در هفته گذشته برگزار شد. امروز این تجمع به همت در واقع یک انجمنی از پزشکان آلمانی که به پارسی مد معروف هست و شامل پزشکان و کادر درمان در آلمان هست، تجمع رو در مقابل مرکز بین‌المللی مغز و اعصاب که متعلق هست به پروفسور سمیعی و گفته میشه که حسین علی نیری در اونجا همچنان در حال درمان هست برگزار کردن. خواسته ای که در واقع امروز مطرح شد این بود که پزشکانی که در واقع اینجا حضور داشتن، من با اونها صحبت میکردم، نظرشون این بود که با نظر پروفسور سمیعی مبنی بر اینکه اخلاق پزشکی ایجاب میکنه که در واقع بشه بیمار رو معالجه کرد، اما باید توجه داشت بیماری که اونها پروفسور سمیعی در واقع در حال درمان او هست، یک شخصی هستش که جنایتکار هست و دستش به خون مردم ایران آغشته هست و باید در واقع او رو معرفی بکنن به دستگاه های قضایی در آلمان و او رو محاکمه بکنن. بنابراین در این تجمع خواسته اصلی متوجه دستگاه قضایی آلمان و همچنین مقامات سیاسی آلمان بود که اولا سریع‌تر رسیدگی بکنن به شکایتی که مطرح شده و دوم این که دولت آلمان حمایت خودش رو از مقامات جمهوری اسلامی و همچنین حسین علی نیری که در آلمان در واقع بستری هست برداره و هرچه سریع‌تر نسبت به بازداشت او اقدام بکنن. آقای صمدی، پیش از این هم خبرهایی از سفر درمانی حسین علی نیری به آلمان و درمان او در کلینیک دکتر سمیعی منتشر شده بود، اما خب قوه قضاییه جمهوری اسلامی این سفر رو تکذیب کرد. چه اطلاعات بیشتری در این باره داری که با شنوندگان ما در واقع در میون بگذاریم؟ ببینید، به عنوان یک خبرنگار میگم، نکته‌ای که وجود داره اینه که باید کسانی که مدعی هستند پروفسور سمیعی در آلمان نیست بیان و ادله خودشون رو بدن و کسانی هم که مدعی هستند که پروفسور سمیعی در حسین علی نیری در کلینیک پروفسور سمیعی هست، باید اونها هم ادله خودشون رو اعلام بکنن. ما نمیتونیم به خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی اعتنایی بکنیم، برای اینکه طبیعتاً اگر حسین علی نیری در ایران بود تا به امروز 100 بار جمهوری اسلامی تلویزیونش از او گزارش تهیه کرده بود و تصاویرش رو منتشر میکرد. اما امروز در واقع با یکی از کسانی که این پرونده رو دنبال میکنه و جزء شاکیان هست صحبت میکردم، معتقد بود که در واقع نیری در این مرکز هستش، در طبقه بالایی مرکز، در واقع یک جایی هستش که در واقع هتلینگ این کلینیک محسوب میشه، در اونجا نگهداری میشه و دستگاه قضایی آلمان خواسته که شاهدان شاکیان بیاد و
اونا رو استعما بکنند. قرار هستش که گفتگو بشه با شاکیان و بعد از اون دستگاه قضایی آلمان اظهار نظر خواهد کرد و ما متوجه خواهیم شد که آیا نیری در آلمان هست یا نیست. آقای صمدی، انتشار خبر معالجه نیری در هانوفر آلمان چه واکنش هایی رو بین مقام ها و نمایندگان کشور آلمان به همراه داشته؟ طبیعیه که در این روزها که ما همچنان شاهد این هستیم که مقامات جمهوری اسلامی مردم رو در داخل ایران سرکوب میکنن و اخیراً هم این سرکوب ها بیشتر شده و شاهد این هستیم که هر روز خبرها در خصوص مقابله و برخورد با زنان و مردان ایرانی داره صورت میگیره، خب باستابش در کشور آلمان هم وجود داشته باشه. ما در خصوص حسین علی نیری به طور خاص هم از رسانه های آلمان خبرهایی رو داشتیم که منتشر کردند نسبت به موضوع و موضوع رو بررسی کردن از جنبه های مختلف، از جنبه های تاریخی اون، اینکه پیش از این حسین علی نیری نخستین کسی نیستش که به آلمان اومده و قبل از او هم محمود هاشمی شاهرودی در آلمان معالجه شده و در همین مرکزی که متعلق به پروفسور سمی هستش. مقامات سیاسی آلمان به طور خاص چند تن از نمایندگان پارلمان اعتراض کردن به این موضوع و آقای نوربرت روتکن که از مقامات از نمایندگان پارلمان فدرال هست مطلبی رو در توییتر خودش منتشر کرد و اعلام کرد که اگر نیری به آلمان اومده باشه و حتی اگر از آلمان هم خارج شده باشه، این یک رسوایی بزرگ هست برای آلمان. همین اظهار نظر رو هم خانم هانا نویمن داشت از نمایندگان آلمانی تبار پارلمان اروپا و او هم این موضوع رو بهش اشاره کرده بود و ضمن اینکه مطلبی رو هم اشاره کرده بود به اینکه روحانیان و مقامات مذهبی آلمان در حالی که خودشون از مواهب و از امکانات غرب برای درمان خودشون استفاده میکنن، مردم رو به شفا گرفتن از اماکن مذهبی ترغیب میکنن. دولت آلمان درباره اقامت و درمان محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضایی جمهوری اسلامی، در کلینیک دکتر سمیعی هم به ایران اینترنشنال پاسخ داده. در پاسخ دولت آلمان به ایران اینترنشنال چه نکات مهمی مطرح شده آقای صمدی؟ مسئله که در واقع این پاسخ رو به سوال ما بود در این خصوص که سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان مدعی شده بود که هاشمی شاهرودی و خروج او از آلمان یکی از پیچیده ترین و سخت ترین ماموریت‌های کاری او بوده و در این خصوص با معاون وزیر خارجه آلمان رایزنی کرده تا تونستن هاشمی شاهرودی رو از آلمان خارج بکنن. ما این سوال رو از وزارت خارجه پرسیدیم و پاسخی رو که در سال 1396 به نمایندگان پارلمان داده بودن رو برای ما ارسال کردن که مهمترینش این بود که هاشمی شاهرودی با یک ویزای محدود 30 روزه به لحاظ زمانی و همچنین به لحاظ جغرافیایی، یعنی محدوده حرکت براش گذاشته و نمیتونسته که در هر شهری در آلمان بخواد که تردد داشته باشه. اشاره شده به این که هاشمی شاهرودی فقط برای درمان به اینجا اومده بوده و دستگاه اطلاعاتی امنیتی از موضوع اطلاع داشتن که هاشمی شاهرودی در آلمان هست و در بخشی از این گزارش اشاره شده که به اینترپل اطلاع داده نشده، چرا که به هر حال مرسوم نیست زمانی که یکی درخواست ویزای شنگن میکنه از پلیس اینترپل استعلام بشه، اما دستگاه اطلاعاتی امنیتی موضوع رو میدونستن. و مسئله بعدی که بهش اشاره شده بود این بود که در واقع تایید کردن که هاشمی شاهرودی با اسکورت پلیس آلمان به صورت در حالت فرار از آلمان خارج میشه و خب همونطور که سفیر جمهوری اسلامی هم گفته بود دیگه به سالن وی آی پی هم نمیره و مستقیم از یک در خاص به پای هواپیما میره و از اونجا سوار میشه و آلمان رو ترک میکنه. به عنوان سوال آخر میخوام برگردم به سفر حسین علی نیری به آلمان. بعد از اینکه خبر سفر او به آلمان رسانه‌ای شد، به دنبال اون ثبت شکایت‌ها از نیری هم افزایش پیدا کرد. الان به طور مشخص واکنش دستگاه قضایی آلمان به این شکایت‌ها چی بوده آقای صمدی؟ آخرین خبری رو که من در واقع دارم این هستش که دستگاه قضایی آلمان تمام این شکایت‌ها رو جمع‌آوری کرده. این شکایت‌ها هر روز داره اضافه میشه بهش. فقط این نیستش که نهادهای حقوق بشری یا فعالان سیاسی شکایت کرده باشند، بلکه الان کسانی دارن به شاکیان اضافه میشن که خودشون و یا خانواده‌شون با دستوری که حسین علی نیری داده متحمل خسارت شدن یا جانشون رو از دست دادن یا در زندان‌ها بودن و این شکایت‌ها داره افسوده میشه. ضمن اینکه خب دستگاه قضایی آلمان اعلام کرده بود که در حال بررسی صلاحیت خودش هست که این جرم رو از جنبه کیفری یا جزایی بررسی بکنه. ضمن اینکه به هر حال می‌دونیم آلمان با توجه به اصل صلاحیت جهانی
این اراده و این توانایی رو داره که حسین علی نیری رو به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه بکنه و همونطوری که در بخش بعدی قبلی صحبت هم گفتم در حال گفتگو با شاهدان هستم و به محض اینکه با شاهدان گفتگوها انجام بشه و دستگاه قضایی این ادله رو به دستش برسه که در واقع حسین علی نیری در کلینیک پروفسور سمیعی هست، حتما اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. و این رو هم باید اشاره بکنم که در واقع در خصوص اصل صلاحیت جهانی که آلمان در واقع میتونه حسین علی نیری رو تحت پیگرد قرار بده، این شاید برای دومین بار خواهد بود. برای نخستین بار آلمان در سال 2002 این کارو انجام داد و اگر حسین علی نیری رو بخوان اینجا بازداشت بکنن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی هست، این دومین موردی خواهد بود که در آلمان داره انجام میشه و پیش از این هم در کشورهای دیگه مثل سوئد ما شاهد بودیم که یکی دیگر از همدستان حسین علی نیری که حمید نوری هست در سوئد بازداشت و محاکمه شد و به زندان در واقع محکوم شده که الان روند آیین دادرسی اون در حال جریان هست و این نشون میده که دستگاه قضایی در کشورهای غربی دست کم مستقل از حکومت‌ها هستن و ما منتظر روزهای آینده خواهیم بود که ببینیم دستگاه قضایی آلمان در خصوص حسین علی نیری چه تصمیمی خواهد گرفت، آیا نظر شاکیان رو خواهد پذیرفت یا اینکه صحبت‌های پروفسور سمیعی رو خواهد پذیرفت و اعلام خواهد کرد که حسین علی نیری در این مرکز حضور نداره. بسیار سپاسگزارم از شما احمد صمدی، خبرنگار ایران اینترنشنال از آلمان. من توبا زکیپور از طرف خودم و رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.